5 میلیارد تلفن همراه در دنیا در دست مردم است. اینجا در شهر لیون فرانسه از مردم میپرسیم از تلفن همراهشان چگونه استفاده میکنند. از تلفنتان چطور استفاده میکنید؟ اینطوری؟ وقتی میخوابید تلفنتان کجاست؟ میز کنار تخت. شما هم همینطور؟ بله. تلفنتان را در جیبتان میگذارید؟ بله جیبم. منم همینطور. بسیاری از مردم و به ویژه جوانها از تلفن همراهشان بدون توجه به زیانهای ناشی از آن استفاده میکنند. اما از ماه می امسال آژانس بین المللی تحقیقات سرطان هشدارهای جدی درباره خطرات احتمالی ناشی از استفاده از تلفن همراه و نوع بدخیمی از سرطان مغز به نام گلیوما داده است. خبرنگار یورو نیوز میگوید برای اطلاع بیشتر درباره ارتباط بین مغز و امواج مغناطیسی ناشی از تلفن همراه و گرفتن چند توصیه عملی از کارشناسان در این باره به دفتر آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان در لیون آمده ایم. پروفسور کورت شرایف سالها درباره زیانهای ناشی از تلفن‌های همراه تحقیق کرده است. صحبت از فرکانس‌های رادیویی و میدان‌های الکترومغناطیسی است که جریان خون را در سلول‌های مغز تغییر می‌دهند. تغییرات دیگری هم مشاهده شده از جمله در DNA. در مجموع شواهد ضعیفی وجود دارد که این تشعشعات می‌توانند باعث بروز سرطان بشوند. در حال حاضر مکانیزم آن مشخص نشده است. استفاده کنندگان مفرط از تلفن همراه 40% بیش از سایرین با خطر مواجه هستند و استفاده کنندگان مفرط کسانی هستند که روزانه بیش از 30 دقیقه در طول 10 سال از موبایل استفاده می کنند. منجر به نوعی سرطان به نام گلیوما می شود. آیا راهی برای محافظت از استفاده کنندگان توصیه می کنید؟ مثلا ایرفون؟ استفاده از گوشی یا ایرفون به تنهایی خطر تشعشعات را به میزان 90% کاهش می دهد. صرفا به این دلیل که منبع تشعشعات از بدن ما دورتر قرار می گیرد. و فاصله از بدن مهمترین عامل تعیین کننده برای میزان مواجهه با تشعشع است. بنابر گفته پروفسور اشرایف، استفاده از تلفن همراه در قطار این خطر را افزایش می‌دهد. برای اینکه در قطاری که با سرعت حرکت می‌کند، تلفن همراه باید با مراکز مخابراتی متعددی ارتباط برقرار کند. قرار دادن تلفن در جیب خطرناک است. قطعاً مواجهه مغز با تشعشعات را کاهش می‌دهد، ولی با سایر قسمت‌های بدن افزایش پیدا می‌کند. آقای اشراف می‌گوید در نسل جدید تلفن‌های همراه به ویژه نسل چهارم خطر تشعشعات کمتر است، ولی این ادعا هنوز ثابت نشده است. و اما توصیه پایانی آقای اشراف استفاده از ایرفون یا گوشی است. تلفن‌های بدون سیم نیز امواج مغناطیسی ایجاد می‌کنند، ولی میزان آن کمتر از تلفن همراه است. اما درباره ایستگاه‌های وای‌فای و یا دسترسی آزاد به اینترنت، در مواقعی که از آنها استفاده نمی‌کنیم، بهتر است خاموش باشند. تلفن همراهتان را بهتر از زیر بالشت و یا زیر تخت نگذارید. برای حفظ سلامتی و دوری از تشعشعات ناخواسته، در صورت امکان استفاده از تلفن با سیم معمولی بر همه انواع ترجیح دارد.